فصل پانزدهم. ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم، بلکه به خاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشیم. زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: اهانت‌های آنانی که به تو اهانت می‌کردند به من رسید. زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود، تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می‌بخشد امیدوار باشیم. خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است، عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید. پس همانطور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید. مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد. و در جای دیگر